امروزه با 5 زبان برنامه‌های اطلاعاتی و تطبیق سیاست خارجی بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان استحصال محصولات واردات استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان امکانات فراهم پایه دولتداری برای صلح وطن در جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی در همه دور و زمان نیروی پیشبرنده جامعه و شما ذره خاک پاک وطن عزیزمان بس و عزیز و مقدس است. Ассалому алейкум, бинандагони гиромӣ. Нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонад. Дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Наргиз Шарифзода. Ба ифтихори рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мардуми сарбаланди Тоҷикистонро табрик намуданд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми табрикии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати рӯзи Конститутсия. Ҳамватанони азиз, Қабули Конститутсияи Тоҷикистон, ки дар роҳи бунёд ва рушди давлати навини тоҷикон нақши сарнавиштсоз дорад, яке аз дастовардҳои бузурги даврони истиқлол мебошад. Ҳамаи мардуми сарбаланди Тоҷикистонро ба ифтихори ин ҷашни фархунда самимона табрик мегӯям ва ба хурду бузурги кишвар иқболи нек ва зиндагӣ бо саодат орзу менамоям. Мардуми шарифи Тоҷикистон ҳар сол ин санаи таърихӣ, яъне 6 ноябрро бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва ифтихори ватандорӣ ҷашн мегиранд. Зеро мас ба шарофати амалӣ гардидани меъёрҳои ин санади сарнавиштсоз ҷомеаи мо аз давраи бисёр душвори таърихӣ раҳоӣ ёфта, дар ҳамаи соҳаҳо тадриҷан ба дастовардҳои бесобиқа ноил гардид ва имрӯз ба сӯи фардои боз ҳам ободу осуда бо қадамҳои устувор пеш рафта истодааст. Гузашти солҳо собит намуд, ки роҳи пешгирифтаи мардуми соҳиб фарҳангу тамаддунсози тоҷик جهتی بنیادی دولتی دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی و اجتماعی که در کنستوسی دولتی صاحب اختیار تاجکان در شده است یگانه راهی درست و تجسم کننده منفیت های ملی تکان بخشی رشد بانیزام دولت و تأمین سازنده زندگی آرام و باثبات جامعه می باشد. بنیاد جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و اجتماعی مقصد و وظیفه اساسی دولت بوده. کفالت عملی گردیدن آنها در کنستوسیه مقرر کرده شده است. در نتیجه فعالیت شبانه‌روزی حکومت مملکت، پشتیبانی مردم تاجیکستان و در اساس این معیار کنستوسیه در یک دوره نسبتاً کوتاه تاریخی ساخت کنستوسیه برقرار گردید و در کشور صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، امنیت و ترتیبات حقوقی و جمعیتی تامین کرده شد. فضای آرام و آسایشته کشور در نوبت خود برای رشد با نظام و استوار اقتصادی و اجتماعی
در مملکت شرایط فراهم آورد. چون این شرایط با آن مساعدت نمود که در کشور هزارها کارخانه خرد و میانه و بزرگ صنعتی ساخته و استفاده داده شد. برای هموطنانمان صدها هزار جای نوی کاری مهیا گردید و سطح زندگی مردمی شریف تاجیکستان زینه به زینه رو به بهبودی نهاد. در کنستیتوسیا در گردیدن پرینسیپ های دموکراتی به ما امکان داد که خود را به جامعه جهانی همچون مردمی دارای تاریخ و زبان و فرهنگ باستانی و صاحب عنعنه های دیرینه دولتداری معرفی نماییم. تغییر و اضافه هایی که با در نظر داشت تحولات و دیگرگونه های حیات جامعه برای رای پرسی عمومی خلقی به کنستیتوسیا وارد گردیدند، ساختار، مضمون و محتوا و معیارهای این سند مهم را تکمیل داده، برای باز هم توسعه بخشیدن به روندهای دموکراتیک کنانی حیات جامعه، تحکیم اساسهای کنستیتوسیونی حاکمیت دولتی، تکمیل نظام قانونگذاری کشور و با سندهای از جانب عموم پذیرفته شده مطابق گردانیدن معیارهای کنستیتوسیونی مساعدت نمودند. ضمناً باید گفت که تاجیکستان در بین دیگر کشورهای پسا شوروی یکی از اولین ها شده که کنستیتوسیای خود را برای رای پرسی عمومی خلقی قبول نمود. یعنی کنستیتوسیای ما با رای خود مردم تاجیکستان قبول کرده شد. خاطررسان می سازم که یکی از سببهای اساسی سرزدنی رویدادهای فاجعه‌بار سالهای 90 عصر گذشته در تاجیکستان ما دغلانه پایمال گردیدن طلبات کنستیتوسیا و قانونهای آن دوره بود. از این رو تاجیکستان با مسئله رعایه دقیق معیار و مقررات کنستیتوسیا و قانونهای عمل کننده اهمیت جدی می دهد. بنابراین ما باید با کنستیتوسیا همچون سند مقدس و برنامه اساسی فعالیت دولت و زندگی جامعه مناسبت نماییم. آموختن، دانستن، احترام گذاشتن و رعایت نمودن کنستیتوسیا این سند سرنوشت‌ساز وظیفه هر یک شهروند کشور از خرد تا بزرگ می باشد. زیرا کنستیتوسیا پایه های دولت ما را استوار نگاه می دارد و راه ما را به سوی جامعه پیشرفته، دولتی ترقی کرده و زندگی آباد و آزاد هموار می سازد. خصوصا در شرایط پرتضاد جهانی شوی و وسعت گرفتن تهدید و خطرهای معاصر که می توانند استقلال ملی و امنیت دولت و جامعه ما را خلل‌دار سازند، ما باید با احترام کنستیتوسیا و رعایت حتمی معیارهای آن همچون تامین کننده اساسهای نظام سیاسی و حقوقی کشور اهمیت اولین درجه دهیم. امسال مردم تاجیکستان جشن مقدس و بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی خود را با وسعت بی‌سابقه کارهای آبادانی و سازندگی، دستاوردهای بزرگ و مهمتر از همه در شرایط صلح و ثبات کامل و وحدت ملی تجلیل کردند. ما در دوران استقلال با وجود مشکلات و مانع‌های زیاد با تکیه به کنستیتوسیای خود دولت بنیاد نمودیم که در آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی پایدار بوده. مردم به امروز آینده خود دل پرانه نظر می کنند و در فضای صلح و آرامی زندگی بسر می برند. باور دارم که شهروندان تاجیکستان در آینده نیز
سعی و کوشش میکنم که با زحمتی صادقانه و اهلانه در آبادی و پیشرفت وطن عزیزمان ترقیات دولت و باز هم بهتر گردیدن شرایط زندگی هر یک آیله سهمی ارزشمند دارم. وظیفه جانی و ایمانی هر یکی ماست که دستاوردهای بزرگ ملی و دولتی را تحکیم و تقویت بخشیم و آینده درخشان وطنمان را با کار و فعالیت صادقانه و صافدلانه یعنی با دستان خودمان سازیم. برزش و معیارهای کنستیتوسیا عرض داریم و در اساس آن برای رسیدن به هدفهای سازنده امان کوشش نماییم. بار دیگر همه شما هموطنان گرامی را به افتخار روز کنستیتوسیا تبریک و شادباش گفته و خاندان هر یکی شما وقت و سعادت، آسایش و آرامی و با تاجیکستان بیشت آسایمان پیشروی های باز هم بیشتر آرزو می نمایم. روزی کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال مبارک باشد هموطنان عزیز.